میریم سمت انقلاب. چی؟ ای پرستو؟ مردان زیادی هم هستن که ممنوع خروجن، مثل آقای سلطانی، مثل آقای دادخواه، مثل آقای سیف‌زاده. و در مورد زنها در واقع تعداد بیشتری تو ذهنم هستن، خانم نسرین ستوده، نرگس محمدی، طلعت تقی‌نیا، بدرالسادات مفیدی، هایده تابش، پرستو فروهر که متأخر ترینشون بوده. الان من 6 نفر موکل ممنون خروج دارم که جنبش زنان اولیش خانم منصور شجاعی و امیدوارم آخریش باشه خانم پرستو فروهر دیگه آخریش باشه. دو تایی اینجا نشستن گل میگن گل بشن. قانونی که خودشون میذارن یعنی داره گذرنامه فقط تنها مرجعیه که میتونه به تو پاسپورت بده. خودشون اون برای قانون رو بله، برای اینکه به من مثلا توی همون اون ساختمون سنگی که مربوطه به گذرنامه است به من گفتن که نه ما نمیتونیم به شما اصلا جوابتون نمیتونیم بدیم، باید بریم دادگاه انقلاب. سال 1385 بود که اعضای مرکز فرهنگی زنان و اعضای بعضی از دیگر از انجیوهای زنان میگیدن 14 نفر بودیم که میرفتیم هند برای شرکت در یک ورکشاپ زیستان و نگاری. شنبه میخواستم برم، بعد از چیز رد شدم، از اون قسمت بازرسی رد شد، مهرم زد، رفتم توی قسمت ترانزیت پیچ کردم، صدا کردم پرستو تو هر. بعد من همونجا ها بایستاده بودن که یه آقای آمد و گفتش که شما ممنون خروج هستین و پاسپورتتون هم تحویل بدین. من هم پاسپورت رو دادم و همجا سب کنیم. یه مدتی گذشت، بعد آمد به من یه برگه داد، برگه برای مراجعه به ساختمان سنگی بود و پشتش هم یک شماره پرونده نمیشه. ما دوشنبه رفتم به ساختمان سنگی، اونجا به من گفتن که شما یک پرونده دارید در دادگاه انقلاب، بر اساس اون چیزی هم که روی اون شماره هست نوشته شیل 12 یعنی شعبه 12 دادگاه انقلاب، تاریخ پرونده 4/9/88 میرم که موارد از وکیل بگیرم و بایستی موارد دقیق امتحان رو مشخص باشه تا من بتونم پیگیری کنم. گفتش که موارد دقیقش رو من میتونم یک هفته طول میکشه، من بایستی پرسش بکنم چون میتونم چیم اول شما رو قبل رو گروش کردم چون قانون میگه که دادگاه باید مدارک کافی داشته باشه تا یکی ممنوع خروج کنه و چون مدارک کافی در این پرونده ها وجود نداشت برای ممنوع خروجی و بازپرس پرونده فقط به صرف یک درخواست از وزارت اطلاعات در اجرای اوامر وزارت اطلاعات سریعا دستور ممنوع خروجی رو صادر کرده بدون اینکه از اون وزارت خونه حتی یک برگ مدرک و دلیل درخواست بکنه و همینطور چون بیش از 6 ماه این دستورات ممنوع خروجی طول کشیده من به اتفاق دیگر وکلای این پرونده خانم نسرین قنوی و خانم مینا جعفری دعوای خودمون رو علیه بازپور صبحانی و همینطور علیه آقای حداد که اون موقع مسئولیت معاونت امنیت دادسرای انقلاب رو به عهده داشت اعلام کردیم، همینطور علیه نهاد ریاست جمهوری که به عنوان مجری این قرار در فرودگاه حاضر میشن و از قبل هم به طرف اعلام نمیشه، این خود به اداره گذرنامه هم اعلام نمیشه که باید بشه، همه این اتفاقات میفته و به همین دلیل ما شکایت خودمون رو در دادسرای کارکنان دولت اعلام کردیم. بحث ممنوع خروجی رو واقعا باید از چند منظر بررسی کرد. از منظر حقوق شهروندی بخوایم نگاه کنیم، به هر حال ما یه حقی رو از دست دادیم که اون حق سفره، یعنی اون شیرینی سفر، تجربه، مهاجرت، دیدن جاهای دیگه، ارتباط با مردم و اصلا بحث رفتن. یه تأثیر دیگه هم که داره در موضوع حق
شما رو وارد یک جور مناسبات معامله گری میکنن. یعنی چی؟ یعنی به شما میگن که خیلی خوب، شما میتونی بیای و ممنوعیت خروجت از بین بره، اما به شرطی که شما دیگه بر نگردی، به شرطی که شما دیگه فعالیت های حقوق بشری و فعالیت های اجتماعی و فعالیت های زنانت رو متوقف کنی. این باید یک جور مناسبات معامله گری در موضوع حقه. حق معامله بردار نیست. در واقع پیشینه بحث ممنوعیت خروج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور برمیگرده به سالهای 1320 و ممنوعیتی که برای اعضای فرقه دموکرات گذاشته بودند. یعنی از اون تاریخی که بحث ممنوعیت خروج و یا ممنوعیت ورود به ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت ورود به کشور به دلایل عقیدتی سیاسی در ایران مطرح میشه و از همون تاریخی که ما میبینیم که در واقع وطن تبدیل میشه که وطنی که فرصت بوده، وطنی که پناهگاه بوده، وطنی که سرزمین مادری بوده و مفهوم امنیت رو میبایست برای آدم تداعی بکنه، به مفهومی به معنای عکس خودش تبدیل میشه. طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق داره هر کشوری از جمله کشور خودش رو ترک بکنه یا به کشور خودش برگرده.